سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون فرشاد فور لایف. تو این ویدیو من یه سری موزیک انتخاب کردم، رفتم از تو اون تمه انبار فولدرهای رپ فارسی یه سری موزیک کشیدم بیرون. تقریبا سعی کردم قدیمی ترین موزیک هایی که توی آرشیو من بود، آرشیو کاملی 100% نیست، ولی قدیمی ترین چیزهایی که تونستم از آرتیست های مطرح زمان قدیم، حالا یه سریشون هنوز هم مطرحن، یه سریشون مطرح نیستن، مثلا کسی مثل شایان و طیب دیگه الان کسی نمیشناسدشون، ولی در کنارش پیشرو و هیچ کس، نمیدونم یاس، زدبازی، اینا کسایی هستن که هنوز هم معروفن و اون موقع هم بودن، مطرح بودن اون موقع. قراره بریم این ترک ها رو گوش کنیم، یه خاطره بازی ریز کنیم اولا، در کنارش یه دستبندی ریز، دستبندی که سنجش ریز و مجلسی انجام میدیم ببینیم که کدوم ترک اون زمان بهتر بود. یه دونه تیر لیست هم درست کردم برای سنجشمون که روی صفحه میبینید، اینجوری راحت‌تر میتونیم امتیاز که راحت‌تر میتونیم بگیم کدوم ترک بهتر از کدوم ترک بوده. خب اگر آماده اید میدونید باید چیکار کنید، اگر تو این کانال جدیدید قطعا نمیدونید باید چیکار کنید. تشریف میارید تو قسمت کامنت یه دونه چهار به علاوه بگیرید گنگ معروف بزرگی نیست مینویسید، بعد میاد بالا میریم با صدا میبینید. حالا هینه این که شما فورگنگ رو مینویسید صدای منم میاد. بچه ما یه برنامه توی کانالمون شروع کردیم، دو سه هفته هست که شروع کردیم، به اسم شبکه چهار، که توی شبکه چهار خبرها و اتفاقایی که توی دنیای رپ و هیپ هاپ میفته پوشش میدیم، هم دیگه مروری میکنیم. توی این کاردی که این گوشه است میتونید ویدیو رو ببینید و دسترسی داشته باشید بهش، حتما بعد از اینکه ویدیو رو دیدید اون ویدیو رو، البته من راجع به این ویدیو هم یه حرفی میزنم ولی الان نوبت اون ویدیوه، بعد از اینکه ویدیو رو دیدید حتما نظرتون واسه من بنویسید. خب بریم از ترک اول شروع کنیم. اول پس اسما رو من میبینم، اول از هیچ کس شروع میکنیم. اوکی هیچ کس لهومن، من یه سری از آهنگا رو خودم نشیدم اون موقع، فقط موقعی سلکت کردم من مثلا نگاه کردم ببینم چه قدیمیه چه ویژگیایی داره، گفتم بزنمش تو لیست. این یکی از قدیمی ترین ترکای بود که از هیچ کس داشتم من. تاریخ دقیق میگم ننوشته، من تاریخ دقیقش نمیدونم که توی دیتیل موزیک میرم نوشته برای سال 2004، یعنی 16 سال پیش. هیچ کس 16 سال پیش قراره گوش کنید. ای من گوش کن ببین چی میگه. ای من صرف بیستوک برای همیشه. به من میگن هومن جکلن کن با من مرگ مرد آروم بزن دامن این رپ رو بخون با من تا من به تو نشون بدم که رپ واقعی توی صرف 21 یعنی چی. تا قبل این که ما بیایم سندی گوش میکردی پجی بک وکالا رو رم رپ بکنم میگی عاشق پکم من چی که کنم بعد یا تو عاشق بگی تا یکی میگه وستا چاک میشی میتونی اما اگه بگی وستا یا اگه بگی ایست ما کنیم مثل تو توی تهرانی. آره من بهت گفتم اسمش چیه؟ آجی چقدر قدیمی اصلا ریس متوجه نمیشورم همونی که تو میخواستی هم هومن. به من میگن هومن گوش بده به من هنوز تموم نشده. آجی صدای این کس تو کورس هومن اینجوری میشه. ترک سه ورسیه، دو ورس اول هومن، کورس هم هومن ایچی هست، ورس سوم ایچی هست. بریم ورس سه ورسیه میگم هومن میشنوی رپ کنم سه سوزک همچنگی تو شب و روز بهش میکنه میدونی اصلا برای من میدونه که چی میدونی صداش میکنن هومن من رو سکره هیچ کس میخواد گوش کن میخواد گوش کن همین یک کس حالا مرد میبینی من رو هیچ کس رپ میکنی میکنی برو بکس این کتا با ما باشی برو بکس ولی از با ما باشی برو بکس یوسف آباد با ما باشی برو بکس یوسف آباد با ما باشی برو بکس تختابوس با ما باشی برو بکس برنک با ما باشی برو بکس شرک. پدر رپ فارس که میگن الان هیچ کسی که میشناسید آلبوم مجاز داده اینجوری ترکونده از اینجا شروع کرده. نمیدونم این ترک رو شنیدید یا نه اصلا شما، به خاطر اینکه مخاطبای کانال من از فکرم از 17 18 سال هستن تا 20 خورده ای سال، شاید خیلیاتون نشیده باشین این ترک ها رو و ترک های بعدی که قرار پلی کنید، به خاطر همین میدونید تو ذهنتون یه مقایسه ای داشته باشید از اینکه مثلا از کجا طرف شروع کرده به کجا رسیده، میتونه جالب باشه. این همون هیچ کسی که ما الان به عنوان پدر رپ میشناسیمش معروفه. خب من اینو واقعا اون زمانم اون ترک من اینو میذارم تو
فعلا میذاریم تو سی. خوبه بریم سراغ پیشرو لیست هوبه. یه خورده ترتیب این لیستای اینجا رو دقت نکنید، یه سریش اصلا اضافیه، مال زمانیه که باز حالا شاید خیلیاتون یادتون نباشه، چیزی زمانی رضا پیشرو معروف به رضا تیری پاک، تیری پاک قدیم رضا پیشرو. یعنی دقیقا اصلا توپاک رو بردار دوشو بکن، ما همین مال اون زمانه، تیری پاک و حسین بیست دیگه. بریم بشنویم. تو زندگیم سعی کردم کسافت نباشم، اما لکای سیاه باعث اینجور باشم، هرچند ننگ است باشه شاید حروم زندگیمون با حفظ رفت میکنم تموم، آرزو داشتن اتاق معترف به خودم که توش بخوام حتی یه شب واسه خودم، مرگ من از زندگی رها کن فقط با تو به من آن... نه بابا پیشرفته است، قافیه ها رو بک وکال میگه، این همین که این اینو بلده خیلی خوبه. اصلا تمام متصل رش نبود، چه سمت داغی همین بو رش نبود، حالا این اخه باعث چیره شد جوابی واسه احساس دیل نشده، نه فقط من همین مو مردم آزوریم از شهر قدیم واسه این مردم مردیم، ای خدا تو به لعنت به ساده پس صدرت هم متوجه نمود از وجود سران، حالا شاید میگم و ناشرت هم تا آخرش میکروفان میدم واسه این تا بگردم. یه سری شکایت و شکوه داشت میکنه، نفهمم چی گفت، دق دق یه ورس نفهمم ما با شما این دفعه یار شدیم، دو چشم خیلی ها مثل خواه شدیم، تا صفر یکشونی بشه واسد از همبستگی من و دوم ملد، یه کار سخت سخت که یه رد و برق بوده، اینا همچی سر که پشن رد همه تون جمع بشیم نبا تو خست بشیم، میخوام این شبا اینو همی مست بشیم، میگم با صدای بلند من قسمو، خیلی ها دونم نزده میدونین اسممو، اسممو حالا به هدیگه بسمم حسینه. آها مرسی مرسی بود دیگه، اینو میخوام من قدم به قدم، نمیترسم از چیزی که بیاد سرم، ایران من حال بودم و شما گرفتین، دنبال چی بودین آزادی رو گرفتین، این درسته که یکی نداشته باشه اتاق، خیلی زیاده که جوونی آزادی بخواد، اگه دونه همون بردم علت تویی، اگه ایران خزون شو بدون مانیش تویی، اینو بدون میبینید ترک رو برای کیه؟ از کی شروع کردن اینا؟ الان گوش کنید ترک های حسین ابلیس، حسین که حالا معروف بود به ابلیس اون زمان. نمیخوام طرز فکرتون راجع به آرتیست هایی که الان حالا شاید دوستش میدارید به هم بزنم، ولی خب خوبه این که بشنوید ترک های قدیمی ازشون، خوبه. این هم میفرستیم توی اینو میذاریم تو سی قبلی، میبینیم تو دی ها، این خوره بهتر بود. خب بریم یه ترک، حالا از این دوتا بازم ترک داریم از هیچ کس و پیش رو. بریم از سیجل و جی جی. ببین من میگم آرشیوم کامل بود، من هیچ وقت اون زمان زد بازی گوش نمیدادم، خیلی هیچ وقت نه خیلی گوش نمیدادم، واسه همین ترک های خیلی قدیمیشون رو ندارم، یه سری ترک های جدیدتر ازشون دارم که هیت هم شده بود اون زمان، هیت که این منظورم که حالا به لولی از شهرت اون ترکشون رسیده بود، اسمش رو یادم نمیاد، آجیلی و ورد راکتا رو ورد پارکمنت بد میتون نمیدونم، میگم واقعا چون اون موقع گوش نمیدادم خیلی آرشیوم از اونور کامل عوضش آرشیو رضا پیشرو ببینی یه دونه ترک فکر کنم جا نیفتاده، همه ترکش رو یعنی یه بک وکال توی آهنگ یکی میخوند من اون رو داشتم، اینقدر اون زمان دوستش داشتم. بریم زد بازی گوش. آها اینو گفتم که اینو بگم، من از زد بازی تونستم دو تا ترک گیر بیارم، یکیش فری استایل ام جی و هیدن با هم خیلی قدیمیه، اون یکی هم یه آهنگ قوم آریایی سیجل و جی جی با هم. بریم این دو تا رو گوش کنیم. هستیم از قوم آریا دیگه نیست برتر از نسل ما، نه سامان بیدیم نسته هست، هستیم از قوم آریا دیگه نیست برتر از نسل ما، این چوه سامان بیدیم اینجا از ورسای علامش بهتر، دشمن بگیر ازمون فاصله، کنیم چنید موه باطله، نداریم از جمع واهمه، میکنیم با عرب مجادله تا بدیم به زندگیش خاتمه، میبینم که دشمن ساکته باز که جامون بالا ها ساکنه، نمیفته مقب از قافله، طرف حساب ما با عرب هاست، اینو بدونی شما ها ای عربا، جای آریا تو آسمون هاست، اون بالا هاست علیکی به نام زدین اسم خلیج، ازتون میگیریم آب هویج، آریا میمونه میشه مقدس، آخه تارش از اون زبردست، خدا میدونه چی ها پشت پردست، بازی سیاست ها دهندست، دیس عرب هاست یه دیست تأثیر بزار داریم از آچه. من چیزی میگم شوخی میکنم، همون موقع که اینا داشتن این کارو شروع میکردم ما داشتیم پسمک میخوریم و شاید یه سری هم باشن بگن که نسل یکی ها ترک های اون موقعشون رو با ترک های اولیه نسل مثلا 4 و 5 و 3 مقایسه کنید، نمیشه این مقایسه کرد به خاطر اینکه اون زمان هیچ مصداق رپ خوب ما نداشتیم، مثلا نمونه رپ خوب فارسی نداشتیم تو ایران، رپ غیر فارسی بود، اونم دسترسی بهش انقدر سخت بود، مثل الان نبود بری یوتیوب سرچ کنی که بابا نیم ساعت میشه سیمون دایالاپه واسه چه چنم، آیا بتونی یه ترک باش گوش کنی، حالا دانلود کنی گوش کنی که گوش نمیشد داد، کسی که اون زمان ترک خوب میداد
با کسی که الان ترک خوب میده خیلی بحثش فرق داره. اگر من چیزی میگم وسط ترک شوخی صرفا و یا نه، آها من اشتباه پلی کردم آجی، داشتم قوم آریا رو پلی میکردم، اینو میخواستم پلی کنم، اصلا اون نبود تو لیست اضافه بود آجی. معلوم ماله جی 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 ماله جی 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 قراری شد قریدم این بیتو خودش داده بود. میدونم کیش هست ولی یک دوسته سیجر اومد پر دود شده اتمسفر، چون که ندارن آدم های رش مبسر وقتی سلولای مغزشون رو گرس کشته، ولی مگه همشن مست و شادی بلش یه عکس شمشک تو چوری مثلا فرق نره واسه مون از کجایم که یه سری برگ گرس و دست و پایم وقتی عدبارت میشم کوچی رو چشان من تو اکیپ نوشین و پگان میتو قیافه یا تیرون رو بفرشم از همه هر جا من فروشه ترم اینجا و دا چه قوی شورم امشب برنامه چیه چرا ما حرف میزنی پشت سرم نمیبینی من از تو خوشگل ترم نمیبینی باریکتر دور کمرم شاید چون ریل میزنم پشت سرم یا چون نمید عجیم حال میکنم یا چون حرف دچار کس با حال میکنم یا چون میام تو پارتی ها با این فکر که تران هالیوود منم جانی در اتاک خیلی طولانیه همینجاش میشمینیم و بستیم ترک خوب نسبت به 2006 خوب بود خدایی، اینو میذاریم تو بی. آقای فکر کنم ترک بهترم داریم از اون زمان ترک بخشی داشته با گذاشتیم دیگه. یکی مونده فارز رو یادتونه؟ شاید فقط خدایی چند نفر فارز رو یادشونه تو کامنت بنویسید بسیم یادتونه قبل از اینکه پلی کنید ناموسند نامردی نکنید. فارزی که اونایی از اون آدمایی از اون گروهایی بود یه ترک دادن بد ترکید یک دو سه بود دین 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 یه همچین بیتی داشت اون زمان خیلی ترکون این ترکشون نه ماشین رد میشد فقط فارز پلی میکرد فقط فارز یعنی یکی از ترک هایی بود که هر کی رد میشد پلی میکرد و مثلا بقیه که میبینی اون ترک رو نشینده بودن یه حالت حساب یه حالت نگاه پایین به بالا داشتن آجی آهنگه چیه این پسره داره تاش ما هم داشتیم این آهنگا مجاز و اینا نبود که خیلی چیز شه خیلی پخشه. خلاصه فارز یکی از گروهایی بود که خیلی هم این ترکشون قدیمیه تاریخش رو نگاه کنم 2001 اینا فکر آمد بشه 2001 18 19 سال پیش اصلا گوش میدم خاطرات رو جلو صورتم فارز بیبی فارز Put your hands up. Get a microphone to dust all the وقت رقص زندگی چیه بابا همینه که هست فقط شادی و پارتی دومه و شنبه نه کل هفته این بر اون بر دنبال دختر از دم در کلاب تا آخرین وقت تو در رو با کردن بچه خارجه دختر رو چشم میزنن چیز تازه بگو اون که نازکی بود صورت شیرین از بالا تا پایین با دوست پسرش بغلش ولی چشاش علامه میداد میگفت بیا بریم منو بگیر یای خوبه نسبت به اون زمان اول بیا گر بدیم یک دو دست دور شدیم مست سه دختری پسرش شد مال من 1, 2, 3 دختری دونی تمیل are you ready 4, 5, 6 call me حافظ and me love we open the mix 1, 2, 3 همه با هم دستا up in the air شاد دستا up in the air خانم گر بده این تکنونی حالا چطور شده سه تا دختر برو بر من دوازده ی شب don't worry about the stab فقط تنگ پشه توی رقص یه ماش روی دست یه ماش رو صورت هی داد میزنم بازم بخون رب بله چشم بازم میخونیم تا آخر شب نه تا صبح من و تو به بابات من ندی لو میلاد اومدی پس برو توی پارتی شمس ده همه به کاردی قیافه دختره شده مثل باربی بی تعارف گفتم بیا بریم پارکینگ بشین توی ماشین بقاز بریم لابی سیکس نبلو زیر پامون خطا تیکه بامون میلاد دوستم داری بیبی ناز میکنی لباسو تو در بیا حال بکنی تو فردا نوبت بعدی 1, 2, 3 دختری دونی tell me are you ready 4, 5, 6 call me حافظ and me love we open the mix 1, 2, 3 همه با هم دستا up in the air 4, 5, 6 خانو بردی تکنونی دختر ریخت
گرفته این برون برم یکیشون میذاره سر به سرم یکیشون میخواد واسش طلا بخرم کامی دلوبن میندازی به گردنم من میگم سارا لب میذاری به روی لبم میخوای لباساتو دندون بکنم میخوای شب ببرم توی خونم کوچولو نازتو برم گل بخونم میدونم شب میشینی منتظرم ولی من تو لمو با اون یکی دختره ام همینه که هستم همینم میمونم جیگرم اینو من شرط میگندم 90% کسی که دارم ویدیو رو میبینن نمیشناختن. حالا 90% زیاده 80%ش. فارز بذاریم اونجا هست داره. فارز رو میذارم خدایی من توی میذارم تو ای فعلا ولی به نظر من نسبت زمان خودش خیلی خوب بود. 2001 19 سال پیش. حالا اون زمان کسایی یه سری نسل یکی ها وجود داشتن که الان دیگه نیستن و کارشون از نسل یکی که الان میشناسیم واقعا بهتر بود. حالا نه که بهتر صرف ولی خیلی جاها کارشون بهتر بود واقعا. مثلا اون زمان مثلا انزه دوران اوج تی ام ماکس بود واقعا ارزش ترکش. خب اینا از این ترک فارس بریم سراغ ترک بعدی دیو گوش کنیم. دیو یکی از اون کسایی که ادعای من واقعا نمیدونم اولین رپر دقیق کیه. من چند تا اسم شده که شایانه یکی دیوه از شایان هم قراره ترک گوش کنیم ولی دیو یکی از اونهایی که ادعای نه خودشا خیلی های دیگه هم اینو میگن که اولین رپر فارسی پدر رپر فارسی واقعا دیوه. اینو من راجع به شایان هم شنیدم. نمیدونم من سنم قد نمیده واقعا به اون سنم قد میده اون موقع رپ گوش نمیدم دست اینترنت اون گوشی نداشتم اینترنت هیچی نشتیم بود خودمون بودیم و سایمون رو بوق. یه ترک حالا از دیف هم گوش کنیم یکی از ترک های قدیمی خیلی خوبش. این رو تاریخش رو ببینم. اینم خیلی تاریخ اینم خیلی قدیمی باید بشه. اینم 2004 نوشته اینجا گوش کنیم دیگه 2004. خب این ترک به خاطر این مشکلاته اگه دست دابله دیفو شنیدید میدونید چه مشکلاته. اصلا نمیشه پلک من یادم نبود حقیقت ترک راجع به چیه. من صرفا یادمه که این و یه ترک دیگه گوش میدم گذاشتم تو لیست ولی خب از لیست باید حذفش کنی ولی گوش نده میذاریمش تو اس. اوکی حالا بعدا که گوش دارید متوجه میشید ترک باحالی بود نسبت زمان خودش. بریم سراغ ترک از کی گوش کنیم. نرگال. نرگال هم نمیدونم یادتونه نگه لیبلی داشتن میزدن کهکشان بکنم کهکشان رکوردز یه هم چیزی بچه شرق بودن شرق شاه کچ فریز شرق شاه هم داشتن و یه جایی بعد دیه ها فید شدم. این بود داداش استوان فینچر بود فرعون بود اگه اشتباه نکنم. نرگال ببین رپ فارس مال منه تو بک سفت خوالان دورو بره باشی میان بشینین رو تو به چپم دارم رپ بیکنم رو لطو نمیگرم ببین باید بره پس از دیرم باید بشه حرفم دور سهر چون من ارگلم خب من یک بارم جلو جب کنم تو نکو چهت بارم ببین بچه منم ناجی نسلتم اگه من نزنم توش تو نیستی سک بدم حاجی یه بیت بدون فوش رد نکرد این خیلی بد آجی ها زیر تلف شن تو که سکیل بایم با همه تو طرف شن توانایی شده در ساخت فوش فکرم نشون بده گلنه هیچ حرف دیگه این هست همه فوش 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 اگه میزنی عربی بزن آبدیت فاسده دم دوش تو هم شدی حاصله بابای زمتش شد که پشمامو چیده اگه چون من دیده پاشو بیا جلو اگه لاپات نزدیک ماشو نرگال فرعون بنا میخوام بگیرن جای من و تو رو پاشو بیا جلو اگه لاپات نزدیک ماشو نرگال فرعون بنا میخوام بگیرن جای من و تو رو نگا فرعون تو رو تو رباتیش سده ببین جلو من یه وقت نکل آتیش بده حرفا رو جلو بگو پشت سرم بگی بده تو که ایچی میلاد گنده طرف اینجا میگی استاد تو رفت نیست هست من چیم پشت سرم بگو تو که وحشیشم تو بگی تو رفت علکی بیستی نه میخوای رفت کنی ببین بلد نیستی نه در اون میگه لاشی ماشی کاری داری روی کم بخوای باشی بگی ما رو داری اگه اون هبه علت داره چون من باید وسط ملت فحاشی بیمرز و بی حد فقط
ترک فحاشی بیاد اون مرز بشه. ببین هر کی جلو باشه روی بیتی برده میدونی چرا خود ببین خودتو همه شهر خراب وقت زیاد بودی گفته میشه کاش برا جنبه این هم فوشو نداره یه جا این ترک نمیدونم برای کیه واقعا اون این شاید اونقدر قدیمی نباشه مثلا شاید بس 13 سال پیش بشه نه مثلا 16 سال در 2007 نه آره دیگه هم درست گفتم همون حدودا مثلا 13 سال پیش ولی این هم میذاریم تو A ببین 13 سال پیش ترک خوب داشتیم واقعا اینو میذارم تو B همون موقع هم اینو گوش میدم همه مسخره میکردم این چی گوش میده فقط فوش میده خب بریم سراغ حسین بیس کتریلوگاست این ترک فکر کنم دیست یه سریا بود و خلاصه طرفدار حسین گوش کنید ترک رو دوزنی نوه ولی فکر کنم قدیمی تر من برا بکس با یکی از بکس نشونم داد یه اکس فکر میکنی اکس چی بود اکس دیه همون کونگونده یه سیف بیسو یه افتزاده بس ما و یه دونه گروپ چه بکنم گروپ بشو اینه یه توب حالا میخوام بگم از این بسر خوب آره از دیه به من شده من بود چه تونسته از فسن در بره به سر حالا میخوام بگم به این بچه خوشگل ببینم میریزم تو کونه فلفل تکتیریگاز نه کتیریگاز تکتیریگاز نه گوشو بیاز تکتیریگاز و یه پونه هاز تکتیریگاز بابا تیم نده فاز دارم بهت میگم هی دیه ببینم ات میکنم ات میت همونجا میرینم من بهت تا که بگی به خوده اوه شیت بگی میکنی تیرون خیال نکن هستی گنده یه ایرون ولی میخوام بگم به این تیرونیاش اره خدای دهار و دلیونیاش مخلصتونم هستیم در بست ولی بده میاد از آدموی پس آخه آدم لاشی همه جایی هست نمونش همین کس بایدی چقدر بیت زشتی بود مخلصتونم هستیم در بست تیرونیای عرق خور این هم حسین اون زمان حتی حسین اون زمانی واقعی که خوبا بوده ببین وضعیت رفت چی بود که حسین جز خوباش بود اینو من میزنم سی بازم ببینید از کجا شروع کردن و پروی کردن همه دوستشون داریم رسیدیم به ترک این دیسه تهیه بود حالا یه دونه تهیه بوش کنیم نظرتونه تهیه هم یکی از همون زمان اون زمان خیلی چیز بود رو بورس بود یهو نیست شدن اینا اصلا این آنها خیلی به خاطر بیتش دوست داشتیم تساد برسان Homie for life Homie for life Oh, fashion for life For life, for gang یه واسط شده بودم عادت بدون منم بودی راحت ولی بی خبر از این که من ناراحت حالا جدایی ساقبت افتادم از چشم ولی میشه خدا میدونه و بس تنگ و من خدا این نفس نداره احساس هیچ کس امیدم بی امیدی و یه از چپ تا سهر تو فکر ولی تو از من بی خبر بوتم بودی تو یه نفر حالا تو هم نیستی هرچی کمتر بهتر حسم از عشق فراتر چه کابوسایی که ندیدم ولی با همشون ساختم نبریدم خدا چه بدی از من دید که تو رو از من دوستی یکی یکی پیدا نمیشه هم میگم چرا من با مسخره میکردم خدای خیلی بیشتر داره رپ از این موقع خیلی میدید چرا این حرف رو میزنم بخاطر که اون زمانی که ما اینا رو گوش میدیم کسایی مثل داریوش و ابی و کومیشی که همین الان موزیکاشون بهترین هست توی پاپ نظر من اون زمان ما همچی ترک های گوش بود داشتیم ولی ما مثلا رپ گوش میدیم به خاطر همین نگاه بقیه به رپ اینا بد بود که و اینا چی هم دادن الان هم خودمون گوش میدیم کدایی یه جوریه دیگه این تلفن رو لطفا اینکه جواب بده دارم ضبط میکنم اون خاک پیچیده تو فضا اصلا خاک شوتره اینقدر خاک رو ترک هست این هم ترک تهیه بذار تاریخش رو نگاهی بکنم اینو برای کیه این تاریخ دقیق نیست البته ولی 2005 زده نسبت 2005 بی هست آره بابا نسبت 2005 بیه تهیه رو میزنیم بی بریم ایاس بوش کنیم یه ترک از یاس من اینجا گذاشتم بچه های خیابون
اصلا خجالت آور بود اون زمان. اینا میگم همش شوخی ها، الان همشون تبدیل شدن واقعا به بهترین های موزیک فارسی، حالا نه که رپ فارسی فقط. من این چیزی میگم همش شوخیه. یاس بچه های خیابون، دوباره من یه اشاره کنم، اگر اونجا رو کسی جلو اونجا بشنه، اینا صرفا یه تلنگره، یه چی میگن، یه مقیاسه، یه میزانه که آدم دستش بشه که از کجا شروع کردن آرتیست ها الان کجا. میگم یه سریاشون الان دیگه نیستن، فعالیت نمی کنن، ولی یه سریاشون مثل یاس، مثل هیچ کس پیش رو که هنوز فعالیت میکنن، با این ترکوشون میتونیم بسنجیم مشن یا رو از کجا شروع کرده الان داره چیکار میکنه. خیلی این اتفاق باحالیه. من در مورد خودم همیشه این کارو میکنم، مثلا هر از شنگایی میرم ویدیوهای قدیمی، من ویدیوهای قدیمی رقصم و تو مثلا اولین مسابقه ها نگاه میکنم، بعد میام جلو یهو مثلا آخرین مسابقه رو نگاه میکنم. خیلی حس باحالیه که میبینید تو زمان چجوری تغییر کردیم، چجوری مثبت شدیم، چون آدم تغییر یهویی که نمیکنه تو این مسیرهای طولانی، چون ذره ذره تغییر میکنه، خودش شاید متوجه نشه، با اینجور مقایسه خوب متوجه میشه. و اینم بگم که بچه اگر کانال رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید اگر دوست داشتید ویدیو رو، و اگر بازم دوست داشتید ویدیو رو لایک یادتون نره، و یه دونه فورگنگ علل حساب بنویسید تو کامنت تا بعدن که آخر ویدیو که نظرتون راجع به ویدیو و موزیکا بنویسید. بریم بچه های خیابون روشون از یاس. زعفو در بیت اصلا آدم میبینه ترحومش بیان یه سری بزنیم به زندگی مردم، بیان بشیم تو خیابونا و کوچه ها کم حرفی هم بزنیم از بچه های خیابونی که والدین اونها بردنشون به بیرونی، درد اونا رو بدونیم باهاشون رفیق شیم، زندگی این بچه ها کمی دقیق شیم. خیلی دوست داشتم بدونم توی دل چی میگذره، پدر مادر اون کجا، چرا الان در بدره، همه اون چشم یه آدم خیابونی میدونی داداشش رو روی پوشش کول میکرد، مردم به دور و برش تقاضای پول میکرد، خودشو توی یه چاه سراسیمه کرد، نگاه ته دلش کشید آه محرم دلش قرص ما. حالا ریتمیت متوجه میشه اینجا یاس، خیلی ها واقعا مثلا ترک اول هیچ کسی موشونه به همان مثلا ریتم معلوم بود نیفهمن چیه اون زمان. همه الان بعد این ترک بیارید یه دونه یاس مثلا لال یاس رو گوش کنید، مقایسه کنید با این ترک. میدید که بچه داره واسه باباش ناز میکنه، میدید که یه مرد چاق به ساندویچ گاز میزنه، میدید همه خونه بوده جمع میشه میرن گردش، میدید بچه خوابش میاد ماما میکنه بغلش، میدید که بچه ها تو بازی یا بازیش نمیدن، میدید که سربازشو همه مسخره میکنن، فکر میکنی اون کسی که توی کار خلاف افتاده مادرزادی از اون اول اینطور به دنیا اومده، صورتش سیاه هست دوده، لباسای پاره پوره، گرسنگی تو تنش افتاد مثل یه خوره، با صدای قار و قور شکمش ملودی ساقا، موزیک و صدای من چقدر قشنگ مینوا، برو کفش فاکس بزن مشخاتو کنار خیابون بنویس، باسه با بارون دفتر کتاب نشه خلاصه یاس از همون زمان تعمایی اجتماعی نویسی داشته. این هم راجع به بچه های خیابون که بدون سرپرستن و از روی هوس به دنیا اومدن خونده بود. آره میگم برید واقعا این ترک جدید از یاس میتونید مقایسه کنید، توان قدرت نوشتنش رو اون موقع با الان فقط مقایسه کنید، همش با تمرین بوده ببینید در کجا رسیده به کجا. خب من منقلب میشم واقعا ترک های قدیمی اینا رو گوش میدم، بعد اینایی که الان میشناسم میدونم چیکار کردن، اینو واقعا میذارم سی چون جدیدتر بود نسبتا، به نظرم جدیدتر تاریخو که اشتباه زده 2009، ولی خلاصه اینم گذاشتیم توی سی. بریم سراغ ترک های پیشوش کنیم، توبه رو گوش داریم، یه لبخنده ترخ بود از پیشو، لبخنده ترخ گوش کنیم. بس نمیخندیم، بس نمیخندیم، واسه نگاه به روزای خورشید نما، میدونم دست تو نیست داری کیه شبانه، چی رو ریختی تو خودت تو خودت تنفر نتونستی عاشق باشی تو پایز و تنسل، یه راه آرزو به شنیدن یک صدا که باز غم شکستشه تو شهر قصه ها، عراض سکوت سربی قدمی تو مرداب شب، یه پس گرم باز خودت ساختی تو بکنی تر خودت مقابله میکنی و اعلام جنگ بدون تو نمود دل خیلی ها میشه سر حکم پیرنگ که دست دست رنگ ریاض تو اصل بعدمون فکر کن فقط شب و سیاد لبخند تر گره گذشته با امید فردا ما فنظر این امید کششه تو تاریکی با تعادل امروز فرامونم گرفته شه بی حق ما من دل خمود از روی میلی
جدیه؟ شوخی داره میکنه؟ عبده؟ عبده؟ عبده یادم رفته بعد از هر خنده گریه وجود داره. حالا سیاست پیشنهادیش، راه حل پیشنهادیش بود که دیگه نخندیم، که گریه هم نکنیم. عبد دیگه فعالیت نکرد از این بیت به بعد دیگه فعالیت نکرد. آخرین بیتش رو به فارسی فکر کنم. شوخیه، این همه شوخیه. این ترک هم میذاریم توی پیش رو لبخنده تلخ رو میذاریم تو بی. نه فقط به خاطر کروس رو میخواندارم دی. خب بریم از هیچی هست موش کنیم. این هیچی هست همون هم اومده اینجا نباید بیاریم. نه میخوام شایان بذارم، یه شایان موش کنیم بعد بریم سراغ هیچی هست. واقعا یکی قدیمی تن ترکه بیرم فرسی قلوب بده خصیص که مدهود ندارم شاید. میخوام با حرفم سر حالت بیارم، میخوام برات بگم از جوون ایرونی زندگی که نمی کنه شده زندونی، یکی دنبال تلخی یکی تدیگی بلاتر از علاقه اینی بدبختی، شب میری تو پارتی مست میکنی چشاتو باز میکنی کف میکنی هرچی خوردی زیر شلاق دف میکنی، شوشی هستی از زندگی بدن زخمه زمین نمون پشت میدی دنیا بیرحمه، میای خونه رو تختت میشین ولو آهنگ منو میذاری میدی بلو، میره تو مخت باهاش حال میکنی حرف دلتو میشنوی صفا میکنی صدا زنگ میاد ضد حال میخوری در و وا میکنی جواد آقا همسایه است یه آدم خز اهل دین و درس، بهت میگه داداش محرمه ولومو بده پایین گناه داره، گوش نکنی عاقبتت 110 شاکی میشی دوباره میای تو اصابت خورد سیگار تو در میاری دود میکنی یه هزاری میزنی مخه تو سوت میکنی دو سه ساعت یه خواب توپ میکنی بیدار میشی میری تو خیابون در و دافو میبینی میگی جون، یه لبند پدر سوخته بهت پا میده بهت نگاه میکنه بهت را میده نیشش باز میشه برات ناز میکنه براندازش میکنی میگی باز میده یه سیگار دود میکنی در حد مچ بریم کافی شاپ بزنیم کافی گلاسه از تحت جایه کتک سیر میخوری یه لک روز از اون بر دنبالته میگذتت پشت ماشین این سزاته. این هم از شایک شایان یکی از اولین رپرهای بکنم یکی از اولین موزیکای رپ فارسی بود واقعا این ترک. من اینو واقعا میزم تو اس برای اینکه نسل زمان خودش خیلی خوب بود، مثلا هم فضاسازیش متوجه میشون فضاسازی خیلی باحال بود نسل زمان خودش. بریم سراغ دو تا ترک دیگه مونده. زدبازی یک فریستایل از زدبازی هیچکس هم یه آهنگ دیگه ازش داریم. اول بریم زدبازی گوش کنیم بعد بریم فریستایل بعد بریم هیچکس گوش کنیم. اینو بازم میگم من یه کالکشن چی میگم آرشیوم از زدبازی اونقدر کامل نبود. ترک های قدیمی که تونستم ازشون پیدا کنم شاید بهترین ترک قدیمیاش نبوده و قدیمی ترین ترکشون هم نبوده. ولی خب چیزی بود که داشتم. یه فریستایل فقط هیدن و ام جی ام فکر کنم. ولی خیلی باحاله، خیلی متفاوته نسبت به اون زمان. آره دوباره اومدم اینجا سگ به در پرد و سرک کل کل بسته پر به در تو که میکروفون آس بده دست من وای به حالت چون که الان بچه تن وقت شیشه بگه من و حق وره عجب عجب دارم من کلی دادا شد از خبر اما رو دو دارم اجا میری وجب وجب حتی وقتی داری میری با تن عدد چون من هم اقم ها من هم به هم بام عدم نزن تا من هم بگم چه حرکا دیدی شبا ننت دادم سگ طوله میخوای بدونی من بدم نپر آخه بچه جونی هنو بابا پولی تا میده باز قد بدونی یه هدیدی بزرگ شدی هنو دست
دست به دولی. ماها رپ میخونیم وقتی تو بچه بودی. هیچ و شیش کس نداره بگه نمیکنم. هیچ وقت پیش رفت بگه بگه فنا میزنم بهش نیش. اشتباه میکنم، بیتش خیلی شبیه گرایمه. نمیدونم الان حضور ذهنم شاید اشتباه کنم، ولی خیلی شبیه بیت گرایمه. منو دست به دوری، ماها رپ میخونیم وقتی تو بچه بودی. یاش نمیبینی؟ هیچ کس عقل نداره بگه نمیکنم. هیچ وقت پیش رفت بگه بگه فنا میزنم بهش نیشخم. بیشتر نیستم از اون که بخواد جا بره. میشم تیسته بیشتر بگه ساده بره. به دخ من نیست اعتماد نفسه. خودتو نگیر چون که اشتباه محصه. نشیر من میگه رفت خانه نسته. مغزم بره استعداد محصه. پس کش کش تو بذار اطلاع به بنده. چون نمیخوام اسم بشه سوجه واسه خنده. من چون نداشم هیچ کاری به کارت. شاخ شده چرا میخوام بدم یه حالی به حالت. استاد زمان خودش چه فریستایلی بود آقا. اس من خودم اینو اون زمان گوش نده بودم واقعا. موقعی که داشتم این ترک رو انتخاب میکردم شدید نمیش چقدر خوب بود این ترک. خب بریم هیچکس توهم رو میشونیم. آخرین ترک ببینیم دیگه. هیچکس الان رتبه دیو به خودش تخصیص چی؟ آره همون داده و بریم توهم رو گوش کنیم ازش و لیست رو سر سامونی بدیم و بریم واسه نتیجه گیریم. تقریبا قدیمی ترین ترک هیچ کسی بود که تو آرشیوم بود. زده 2009 ولی چرت و پرت زده. 2009 تازه هیچ کس رفته بود تو غیرت کبرا. جالب وقتی با تیریف بگیز دشم باده یا حال سو مثل سوسگی ریش بزی تریپ خفنه بگی نگی بعد از یه مدت مثل من تصمیم میگیری تو که کتاب و لبخه نزنی چون که این مردم جنبه ندارن راستشو بگو اینا فرهنگ ندارن دریق از یه ذره عقاید دموکراتیک همینه که سفیس و یکی تاریک بین عشق و نفرت تحت فقط که خط باریک با من داری تفاهم چون تیری بده تفاهم واسه هو و هم و هم اما عشق نداره تعرفه پشت این صورت خشن شده نهفته یه کوه عاطفه به همه گو چرا پدر رپ فارس. برید همین الان بعد ویدیو برید ترک های آلبوم مجاز رو گوش کنید. فقط مقایسه کنید. اینو پلی کنید بعد اونو پلی کنید. فقط مقایسه کنید. ندارم ادعا نیستم از شما برو بچه ها تو دا نگفتم متوجه نمیشدم اما تصمیم گرفتن همه با هم تجای کنم با من پس تصمیم گرفتم که توی توهم باشم به فراموشی بسپرم لبخندی رو که به لب داشتم با من داری تفاهم چون تیری پت توهم واسه هو و هم و هم نیستم از اونایی که خودشونو کنن گم برم بگو چرا. خب توهم هیچ کس من اینو میذارم توی سی. بازم میگم بچه این لیستی که درست کردیم ترک ها توی یه سال همه ریلیز نشده که خیلی قابل قیاس باشه. میگم یه لیست کلی من از ترک های قدیمی هر آرتیستی که داشتم هر آرتیستی انتخاب کردم و داشتم سعی کردم که انتخاب درستی داشته باشم از ترک قدیمیش. یه سریاش خیلی بهتر بود میدونم، یه سریاش جدیدتر بود، یه سریاش قدیمیتر اینم میدونم. یه دستبندی کلی بود دیگه که توی این دستبندی هیچ کس یکی از بدترین رپرهای اون زمان بود و هیچ کس و پیش رو یاس و حسین که الان حاجی هیچ کس و پیش رو یاس و حسین که الان جزو بهترین ها اون زمان جزو بدترین ها بودن و واقعا هم اون زمان مثلا زمانی که شایان رپ میخوند درسته هیچ کس هم همون حدوش میخوند ولی کیفیت ترکشون واقعا فرق داشت، واقعا فرق. مثلا شایان فارز مثلا زمانی که ترک فارز ترکید کسی مثل رضا پیشرو اصلا فکر کنم اون نبود، نمیدونم من زمانیشو اونقدر دقیق نمیدونم ولی اگرم بود واقعا مثلا ریتم متوجه نمیشدن، نمیدونستن فلو چیه، نمیدونستن رایمای درست رایم به چه شکل باید باشه کی باید رای من میدونی اصلا این چیز نبود اون موقع. و فارز مثلا اون زمان یه ترک داد که واقعا تو خیابونا هم میشینم ماشینا پلی میشد. ولی جالبه گذر زمان چجوری باعث میشه که نسلا جا به جاشه. میدونی این جایگاه بهترینه رو مثلا یه نسلی توشه با گذر زمان این میره خود به خود میرن کنار یه نسلای جدیدتر میان جاشون. اون زمان هم اینجوری بود مثلا زمانی که دیو و شایان و حالا مثلا کسی مثل فارز اونا
توی حوزه فعالیتشون از کسی مثل هیچکس و پیشرو یاس و اینو بهتر بودن، فقط یه خورده گذشت که اینو تونستن جاشونو بگیرن. حالا فعلا که این آرتیستای نسل یکی که اینجا هستن و اینجا بودن و هنوزم فعالیت میکنن، الان اون جایگاه تقریبا میشه گفت مال اوناست فعلا، ولی به نظر میاد با توجه به این سبکی که استعدادهای رپ فارسی دارن فعالیت میکنن، به زودی همین اتفاق تغییر جایگاه رخ میده. حالا شاید یه هایی نباشه، ولی کم کم از بغل نمور بغل احتمالا این اتفاق رخ میده که جایگاه ها همین نسل یکی هایی که هنوز هم خوب فعالیت میکنن کم کم جاشون رو میدن به استعدادا. خوشحال میشم نظراتون رو راجع به موزیکایی که گوش دادیم راجع به این ویدیو کلا بدونم. اگر نظری ندارید فورگن یادتون نره تو کامنت، اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو اگر دوست داشتید ساب کنید، این علامت لایک من نمیدونم چرا اینو بیجا میارم هی و تموم. فورگن تا ویدیو بعدی.